صفحه خبرها و مطالب عمده در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پیامدهای آزمایش اخیر راکت بالستیکی قاره‌پیما از سوی کره شمالی. ایالات متحده طیاره‌های بمب افکنش را بر فراز کره و به پرواز درآورد. نگرانی مقامات عدلی افغان از بابت افزایش قضایای قاچاق انسان‌ها در افغانستان. عوامل این افزایش چه بوده و بیشتر موارد قاچاق انسان به چه منظور صورت می‌گیرد؟ و در بخش صحی برنامه امروز در مورد کاهش مرگ و میر اطفال و مادران در جهان و نیز راجع به مراقبت‌های صحی مادران پس از ولادت معلومات به دست خواهید آورد. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا که همزمان در صفحات فیسبوک نیز پخش می‌گردد خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه 8 اسد سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. نشریه یک خبرنامه تایید کردند که در حمله 11 جولای سال جاری بر ابو سعید رهبر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت کنر 4 مشاور ارشد او نیز کشته شدند. نیروهای آمریکایی این 4 نفر را شیخ ضیاءالله مسئول بخش مذهبی، مولوی خبیب فرمانده ارشد در منطقه وتپور، حاجی شیرالله یک فرمانده گروه داعش و نیز قمندان سابق حزب اسلامی و اسدالله یک عضو ارشد شورای شاخه خراسان گروه داعش معرفی کرده که فرد نزدیک به ابو سعید پنداشته می شد. در خبرنامه نیروهای آمریکایی آمده است که مبارزه این نیروها در برابر داعش در افغانستان ادامه خواهد داشت و هیچ پناهگاهی برای آنان در افغانستان گذاشتن نخواهد شد. وزارت ادویه افغانستان میگوید که دامنه قاچاق انسان در این کشور گسترده است و بیشترین قاچاق انسانها در بخشهای ناامن و مرزی افغانستان انجام می‌یابد. در حالی که امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق است، مقامات ادویه افغانستان تأکید می‌کنند که با وجود پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با قاچاق انسان، هنوز هم وضعیت از این لحاظ در کشور نگران کننده است. شرح بیشتر از جلال میرزا. در سال پار خورشیدی بر بنیاد آمارهای وزارت عدلیه افغانستان بیشتر از 880 قاچاقبر انسان بازداشت شدند که از این میان بیشتر از 450 پرونده آنان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدند. تا زمانی که او عامل هست، تا زمانی که بستر برای پدی قاچاق انسان بیشتر مساعد است، طبیعی است که متاسفانه ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم، اما تلاش ها جدی شده و روز به روز بهتر میشه و خوبتر میشه. امیدوار هستیم، توقع داریم که در آینده های نزدیک گراف قاچاق به اندازه قابل ملاحظه پایین بیاید. این وزارت بیشتر قربانیان این پدیده را جوانان، زنان و کودکان میگوید و میافزاید که در سال پاره خورشیدی 450 تن از چنگ قاچاقبران از سوی نهادهای امنیتی رها شدند. ناامنی، بیکاری و ناداری از مهمترین علتهای افزایش قاچاق انسان در افغانستان دانسته می شوند. از سال گذشته که در قاچاق انسانی یا در مجموع همی جرایم همی سطح پایین آمد. اما مؤسسه امداد و انکشاف سری که در ولایت‌های بلخ، کندوز، هرات و کندهار نظرسنجی را در میان 240 تن انجام دادن نشان می‌دهد که 29% از مصاحبه کنندگان از محاکمه نشدن قاچاقبران نگرانی کردند و 23% دیگرشان از تلاش‌های حکومت در این بخش راضی نبودند. این مصاحبه کنندگان با نگرانی قاچاق انسان را چالش ملی دانستند. خواستنی بود که دولت افغانستان یکی به خاطر قضای قربانی قاچاق انسان شده بر از اونا کمک کنه تا اونا بهبود زمینی کارا برشان مساعد کنه، کمک مالی کنه برشان. در ضمن ازی اونا خواستار ازی بودن که یک برنامه عمومی ملی دولت باید ایجاد کنه که همه مردم آگاه بسازن، مردم مقابله کنه علیه پدیدهشون تا بتونیم سطح پدیده رو پایان بریم. با این همه دشواری ها در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، افغانستان از نگاه مبارزه با قاچاق انسان و برداشتن گام های اثرگذار در میان 23 کشور در جایگاه دوم قرار گرفته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
از نظر شما عوامل عمده ای افزایش قاچاق انسان ها و بهره کشی جنسی از آنان در افغانستان و نیز راه مؤثر مبارزه با آن چیست؟ شما می توانید تبصره هایتان را در این مورد در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا با ما و سایر علاقمندان صفحه شریک سازید و همکارم لحظات بعد تبصره هایتان را مرور می کند. می گویند که دو تیاره بمفگن امریکایی در پاسخ به آزمایش های اخیر میزایل کوریای شمالی بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کردند. کوریای شمالی به روز جمعه با آزمایش یک میزایل بالستیک قاره‌پیما که توانایی حمل کلاهک اتمی را دارد ادعا کرد که اکنون ایالات متحده امریکا در تیررس پیونگیانگ قرار دارد. پیونگیانگ همچنان هشدار داده است که اگر ایالات متحده تحریم های بیشتر بر آن کشور وضع کند یا دست به ماجراجویی های نظامی بزند، کره شمالی اقدامات قاطع برای تأمین عدالت را روی دست خواهد گرفت. همکارم لیلا حبیب عظیمی گزارش را در این مورد دنبال کرده است. اردوی ایالات متحده گفت تیارات بمفگن B-1B امریکا از یک پایگاه هوایی ایالات متحده در گوام پرواز کردند. جت‌های جنگی ژاپن و کره جنوبی نیز با این طیاره‌ها در یک مأموریت 10 ساعته سهیم شدند. کره شمالی اعلام کرد که آزمایش دیگری از یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را بر روز جمعه موفقانه انجام داده است تا توانایی کشورش برای حمله به آمریکا را ثابت سازد که خشم و هشدار از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برانگیخت. اداره آقای ترامپ این عملیات را به عنوان اقدام بی‌پروا و خطرناک محکوم کرد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هشدار داد که تهدید به امنیت ملی کشورش واقعی و شدید است. رئیس جمهوری آمریکا چین را متهم کرد که در مورد حل بحران کره شمالی همکار نبوده و کشورش به ادامه چنین وضعیت اجازه نخواهد داد. چین در کار حل بحران کره شمالی با واشنگتن هیچ گونه همکاری نکرده است و آمریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمی‌دهد. چین به آسانی می‌توانست راه‌های حل را در بحران آمریکا و کره شمالی هموار بسازد. پرواز جت‌های آمریکا بر فراز کره پاسخ مستقیم بود بر آزمایش قبلی میزایل کره شمالی در سوم ماه جولای. وزیر امور خارجه کره جنوبی روز گذشته پس از برقراری تماس تلفنی با همتایان ایالات متحده و ژاپن در مورد آخرین آزمایش میزایل‌های بالستیک کره شمالی گفت او در هفته‌های آینده و در نشست مجمع منطقه‌ای آسیان در مورد اقدامات علیه تحریکات کره شمالی بحث خواهد کرد و نگرانی‌ها در مورد تکنولوژی پیشرفته میزایل‌های شمال را ابراز خواهد کرد. من در نظر دارم که در جلسات میان وزرای خارجه کشورها در اجلاس آسیان به شمول مجمع کشورهای آسیایی که در هفته آینده برگزار می شود اقدامات محدود کننده علیه تحریکات کره شمالی را مورد بحث قرار دهیم و هشدار قوی برای کره شمالی ارسال خواهد شد. انتظار می رود بین کنگ و همتای کره شمالی او ری ونگ هو در جلسات مرتبط به نشست آسیان در مانیلای فیلیپین ملاقات صورت گیرد. لیلا محبیب عظیمی. در حالی که کره شمالی تحت فشار شدید تحریمات ایالات متحده و جامعه جهانی به دلیل آزمایش میزایل قرار دارد، درآمدهای دیگری که این کشور از طرق مختلف به دست می آورد به اقتصاد پیونگیانگ کمک می کند و یکی از آن اعزام کارگران به کشورهای مختلف جهان به شمول شرق میانه است. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم ژیلان نوری. متحدین ارشد ایالات متحده یعنی کشورهای عرب میزبان هزاران کارگر از کره شمالی هستند که معاش آنها به پیونگیانگ کمک میکند تا از فشار تحریمات رهایی یابد و میزایل هایی را که اکنون ایالات متحده و متحدین آن را تهدید میکند بسازند. این کشورهای ثروتمند دارای نفت هستند که به کار خارجی ها وابسته است و برای اتباع کره شمالی این محل آسان برای پول ساختن است، ولی معضله برای پیونگیانگ فشار است که از جانب ایالات متحده ممکن برای کشورهای عرب وارد آید. کارگران کره شمالی در کشورهای کویت، عمان، قطر و امارات متحده عرب تحت شرایط ناگوار در حالی که مامورین استخباراتی این کشورها بر آنها نظارت دارند کار میکنند و به آنها غذای کافی داده نمیشود و از سوء رفتار نیز رنج میبرند.
دو مقامی که با تکنیک های پیونگیانگ آشنا هستند میگویند که کارگران از کره شمالی حتی در انشعاب مرکز نظامی که محل استقرار نیروهای محاربه ایالات متحده علیه گروه داعش است نیز کار میکردند. در حالی که کره شمالی تحت تحریمات ایالات متحده و بین المللی قرار دارد، ملل متحد تخمین میکند که حدود 50,000 کارگر کره شمالی هم اکنون در خارج از کره شمالی کار کرده و سالانه حدود 1.2 تا 2.3 میلیارد درآمد داشتند. این در حال است که ایالات متحده از همکنون بر کشورهای خلیج برای فاصله گرفتن از کره شمالی فشار می آورد و به گفته این تحلیلگر اداره ترامپ با آوردن فشار بر آن کشور ادامه خواهد داد. ژینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. یک حمله کننده انتحاری با انفجار موتر مملو از مواد منفجره در پایتخت سومالیا جان 10 نفر را گرفت و 15 تن دیگر را زخمی ساخت. منابع امنیتی و شاهدان عینی گفتند که این انفجار در جاده مکه مکرمه در شهر موگادیشو صورت گرفت که یک جاده مزدحم است. گزارشگر صدای آمریکا از محل حادثه گزارش می‌دهد که در زمان وقوع انفجار نیروهای امنیتی جاده را مسدود کرده بودند و مصروف تلاشی وسایل بودند. فرد انتحاری موترش را در حال منفجر ساخته، تعداد زیادی از وسایل در اطراف او قرار گرفته بود. اکثریت قربانیان این رویداد افرادی بودند که برای خریداری به این جاده آمده بودند. مقامات در استرالیا میگویند که آنان یک طرح دهشت افگنانه سقوط دادن یک طیاره را خونسا ساخته و 4 نفر در نتیجه عملیات پلیس در شهر سیدنی دستگیر شدند. مالکم ترنبل، صدر اعظم استرالیا گفت که به دلیل خطر آن طرح دهشت افگنانه تدابیر امنیتی در میدان‌های هوایی سیدنی از روز پنجشنبه بدین سو تشدید شده بود. دامنه این تدابیر گسترش یافت و به مسافران نیز گفته شد که از زمان معمول وقت‌تر به میدان‌های هوایی مواصلت کنند. یکی از مظنونینی که دیروز از سوی پلیس دستگیر شد به خبرنگاران گفت که دلیل دستگیری خود را نمی‌داند. از سوی دیگر یک مرد 34 ساله اوایل صبح امروز در یک کلب شبانه در جنوب آلمان گلوله‌باری کرده و یک نفر را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. پلیس در شهر کانستانز آلمان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حمله کننده نیز در جریان درگیری با نیروهای پلیس سخت زخمی گردید و سپس در شفاخانه جان باخت. یک سخنگوی نیروهای پلیس مرد عراقی بود اما پناهجو نبود. البته دو روز قبل یک پناهجو با استفاده از چاقو بر مردم در یک بازار هامبورگ حمله‌ور شد که در نتیجه آن یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی گردید. پارلمان پاکستان به روز سه‌شنبه جایگزین نواز شریف در مقام صدارت را تعیین خواهد کرد و توقع می‌رود که شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت قدرت را به دست گیرد. خاقان عباسی تا زمان صدر اعظم موقت پاکستان خواهد بود که شهباز شریف برادر نواز شریف برای احراز مقام صدارت واجد شرایط گردد. برای این کار شهباز شریف باید در انتخابات صحاوی کاندید شده و سپس به پارلمان پاکستان راه یابد. پس از تصمیم نواز شریف مبنی بر نامزد ساختن برادرش به مقام صدارت و نامزد ساختن شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان جلسه فوق‌العاده پارلمان را فراخواند و قرار است پارلمان به تاریخ اول آگوست تشکیل جلسه دهد. حزب مسلم لیگ نواز از جمله 342 کرسی پارلمان 188 کرسی را در دست داشته و با این اکثریت می تواند فرد مورد نظر خود را به کرسی صدارت تعیین کند. وزارت عدلیه افغانستان امروز تفاهم نامه را با اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امضا کرد که هدف آن افزایش دسترسی مردم به مشوره ها و حمایت های حقوقی است. بر بنیاد این تفاهم نامه اداره انکشاف بین المللی های دولتی را در ارائه مشوره های حقوقی به مردم آموزش می دهد تا میزان دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق و عدالت افزایش یابد. حسیب مودودی گزارش می‌دهد. محمد شفیع روزهای را به یاد دارد که برای آنچه که انجام یک کار کوچک می‌خواند روزها در نهادهای دولتی سرگردان بود. او می‌گوید که در این نهادها رشوت و خشخوری حاکم است و از خدمات حقوقی خبری نیست. مردم می‌خواهد بدرک
چیز شوه که بدر کار مردم مشکل مردم صحیح حل شوه بدر یک نفر که یک حل شوه نه رشوت باشه نه بدر یک کار یک نفر که میشه بدون رشوت بدون بدر انتا یک حساب حل شوه بیواده کم کار با خوبی زود حل کنن فقط بر تو فلانه روز به کار هم روزه را در سفارت امریکا در کابل امروز تفاهم نامه امضا شد که بر بنیاد آن اداره انکشاف بین المللی امریکا 68 میلیون و 200 هزار دلار را تا 5 سال آینده برای افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی هزینه می کند. معاون سفیر امریکا موفقیت این پروژه را وابسته به عملکرد دولت افغانستان می داند. پروژه عدالت می تواند مساعدت تکنیکی و حمایت های مالی را فراهم سازد، اما موفقیت نهایی این تلاش ها وابسته به تهیه منابع، پرسنل و دسترسی لازم برای تطبیق اصلاحات لازم از سوی حکومت افغانستان است. اما وزیر عدلیه می گوید که قانون طرح تحصیل حقوق پس از تایید کابینه به شورای ملی فرستاده شده است که پس از تصویب بخش بزرگ از مشکلات برخواسته از نبود خدمات حقوقی حل خواهند شد. او می گوید که شفافیت و ظرفیت در ریاست حقوق مانع ورود مردم به نظام پرپیچ عدلی قضایی افغانستان می شود. برای ما پیشکن راپورای ورقی اهمیت خاصی نداره، ولی اگر ما آنلاین با تمام مراکز خود در ارتباط باشیم این بزرگترین دستاورد است که مامور ما مکلف است که با شفافیت در برابر قضایا برخورد کنه و ما خدمات بهتری را به مردم ما بتوانیم ارده کنیم و امید بینانید که مردم ما از ما میخواید و امید بینان به بهترین صورت فراهم شود. قرار است که در چارچوب پروژه عدالت اداره انکشاف بین المللی امریکا تا سال 2021 میلادی در کنار آموزش و ارتقای و تجارتی را نیز در میان مردم و کارمندان دولت پخش و همگانی سازد تا افغانها بدانند که چگونه خواهان خدمات حقوقی از دولت شوند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. صدها نفر در ایالت میشیگان آمریکا در یک گرده همایی با یک سگ مبتلا به سرطان که 3 بار همراه با نیروهای آمریکایی در افغانستان وظیفه اجرا کرده با چشمان اشکبار ودا گفتند. این سگ 10 ساله موسوم به سینا قبل از آن که به زندگیش خاتمه داده شود به مسابقه یک قهرمان مراسم ودایعی را شاهد بود. نعش او سپس در یک تابوت پوشیده با بیرق حمل گردید. این سگ که اخیراً مبتلا به شکل شدید و لاعلاج مرض سرطان استخوان تشخیص شده بود تا سال 2014 نیروهای آمریکایی را در کشف بمها در افغانستان کمک کرده بود. ایالات متحده، کانادا و مکسیکو می‌خواهند به گونه مشترک میزبان جام جهانی فوتبال سال 2026 میلادی باشند. اگر این کشورها بتوانند به این هدفشان نائل آیند، نخستین بار خواهد بود که بزرگترین رویداد ورزشی جهان را میزبانی کنند. این پیشنهاد در زمانی صورت می‌گیرد که فوتبال در میان نوجوانان دختر و پسر آمریکایی محبوبیت کسب کرده است. گزارش بهزاد محمدی، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید. در اکثر میدان‌های فوتبال شهرهای مختلف ایالات متحده، همواره نوجوانان و کودکان را می‌توان مشغول بازی فوتبال دید، ورزشی که بیشتر به نام ساکر در این کشور شناخته می‌شود. محبوبیت فوتبال در ایالات متحده پس از سال 1994 که این کشور میزبان جام جهانی فوتبال بود، رو به افزایش است. بسیاری دختران و پسران جوان در لیگ ها و تیم های جوانان شرکت می کنند. برخی آنان امیدوارند در آینده یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال شوند. دنیز بچه 12 ساله است که در ویرجینیا زندگی می کند و یکی از همان نوجوانان است که همین خواب را در سر می پروراند. دنیز از 7 سالگی به فوتبال رو آورده است. فوتبال یا ساکر را به خاطر دوست دارم که از دیدن آن بیشتر لذت می برم. بازی سریع‌تر از سایر ورزش هاست. مایک دمسی مربی تیم فوتبال است و از کارکردگی اعضای تیمش خرسند به نظر می رسد. در کل فوتبال نوجوانان در وضعیت خوبی قرار دارد. بهتر از این در گذشته نبوده است. فکر می کنم در مقایسه با 10 سال گذشته امروز بازیکنان خوبی در امریکا داریم. تیم ملی فوتبال ایالات متحده هیچگاه به قهرمانی جام جهانی دست نیافته است.
در حقیقت از سال 1959 تا 1990 میلادی تیم فوتبال مردهای ایالات متحده حتی قادر بر راهیابی به جام جهانی نشده بود. اما در چند دهه اخیر تیم ملی فوتبال این کشور وسیعاً بهبود یافته است. دمسی این دستاورد را نتیجه افزایش علاقه‌مندی در میان جوانان می‌داند. اگر عمومی صحبت کنیم، وضعیت فوتبال در ایالات متحده خوب است، به خاطر که ما بازیکنان را تربیت می‌کنیم و در سالیان اخیر کارهای درستی انجام می‌دهیم. اما آیا این همه فعالیت‌ها برای قهرمان شدن تیم ملی ایالات متحده در جام جهانی کافی است؟ این مربی فوتبال به این باور است که از لحاظ تکتیکی تیم آمریکا عقب مانده است، اما با گذشت هر سال این ورزش در حال رشد است و به گفته دمسی بسیار معیارهای اروپایی فوتبال را آمریکایی ها تقلید می کنند. فکر می کنم در آینده موفقیت های بیشتری خواهیم داشت. تیم های باشگاهی در حال رشدند. تیم های ایالات متحده نیز رو به بهبودند. فکر می کنم همه چیز برای آینده خوب است. دینیز 12 ساله به این باور است که یک روزی تیم فوتبال ایالات متحده قهرمان جهان خواهد شد. شاید در یک دهه و یا بیشتر، شاید در چند سال، نمیدانیم. به خاطر که نسل‌های دیگری در راهند، شاید در چند سال آینده تیم که برای دستیابی به جام جهانی تمرین، تلاش و نهادین ساختن فوتبال با اهمیت می باشد. خدیر مشرف، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. سازمان ملل متحد میگوید که کیفیت صحت مادران و اطفال در جهان سریع‌تر از هر زمان دیگر در حال بهبود است. کارل پیرسن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که برنامه‌های وسیع صحی زندگی افراد بیشماری را نجات داده و این برنامه‌ها رو به گسترش است. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که اکنون حتی در فقیرترین کشورها سطح مرگ و میر زنان در هنگام ولادت کاهش یافته و بیشتر کودکان از خطرات دوران طفولیت جان سالم به در می‌برند. این کاهش در نتیجه یک ابتکار سازمان ملل متحد به میان آمده است که هر زن، هر کودک نام دارد. یک اقتصاددان صحی که برنامه سلامتی مادران، نوزادان و کودکان را رهبری می کند گفت بیشتر زنان خدمات مراقبتی و مراقبت‌های مسلکی در هنگام تولدات، قبل از آن و بعد از تولد را دریافت می کنند. در این زمان، کودکان در تناسب به هر زمان دیگر واکسن‌های بیشتر دریافت می کنند. $45 میلیارد سرمایه گذاری کرده اند. نتیجه این است که از سالهای 1990 بدین سو میزان تلفات ناشی از بارداری تا 44% کاهش یافته است. این پول با آموزش قابله ها، تغذیه بهتر زنان، کودکان و نوجوانان، فراهم ساختن تعلیم، حفظ صحه خوب و آب پاک مصرف می شود. دستاوردهای دیگر در این خصوص کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به بیش از 50% است که از دستاوردهای بزرگ بشر دوستانه به شمار می آید. فوکستات می گوید صحت بلند است. هر گونه سرمایه گذاری در عرصه زنان، کودکان و نوجوانان منبع بزرگ برای کشورها. در این حال تقریباً 6 میلیون کودک زیر 5 سال عمدتاً در اثر عوامل قابل وقایه از بین رفتند که شمار آنان در روز به 1600 نفر می رسد. در حال حاضر هدف این است تا برنامه های کامیاب صحی را بیشتر بهتر ساخته تا هر تولد یک موقع خوشی و هر کودک بتواند به هر چیز دسترسی داشته باشد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. عمدترین عوامل مرگ و میر اطفال و مادران به ولادت‌ها و اختلالات بعدی آن ربط دارد. پس از ولادت بیشتر اوقات توجه بر طفل نوزاد متمرکز می‌گردد، اما در این مقطع توجه به صحت مادر نیز ضروری است. در بخش صحی این هفته درباره صحت مادران در زمان پس از ولادت بحث می‌کنیم و مهمان ما دکتر نبیله نیکزای پیمانی، متخصص امراض نسایی ولادی در شفاخانه پروفیتنس ایالت میشیگان آمریکا است که از طریق اسکایپ با ما اند. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین. خب پس از ولادت خطر چه تکالیف عمده صحی به مادر متوجه می باشه؟
اولا سلام خدا با شما دکتر سلامی و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون آشنا میرسانم و بعد از او به پاسخ به پرسش سوال شما، خطرهای عمده که متوجه خانم بعد از ولادت میشه میتونیم از خونریزی ها، عفونت، پایین رفتن مقاومت بدن سبب کمخونی و همچنان افسردگی روحی نام ببریم که مهمتر از همه خونریزی های بعد از ولادت میباشه که متاسفانه در ممالک علت مرگ و میر بیشتر مادرها را در ممالک رو به توسعه و انکشاف تشکیل میده که میتونه خونریزی های زودرس یا خونریزی های دیررس باشه یا پوستپارتوم لیت امراج و ارلی امراج که در این حالت باید به دکتر معالج خود اینا مراجعه کرده و در صدد تداوی براین و همچنان عفونت یا انتانات علت عمده است که عموماً بسیاری از خانم ها بعد از ولادت با آن مواجه میشن که در صورت ولادت های طبیعی میتونه 1-3% در بر بگیره اما در صورت سزارین سکشن یا وقتی که طفل از روی شکم برداشته میشه توسط عمل جراحی این میتونه 10-30% در بر بگیره که اینم مراجعه باید به دکتر بله، زنان پس از وضع حمل به مواد غذایی مقوی نیاز می داشته باشند، اما در برخی از نقاط و قریه های افغانستان رایج است که به زنان مقادیر زیاد روغن زرد و یا تخم خام می تن و یا بعضی مواد دیگه. از لحاظ طبابت کار درست است همین کار؟ نه خیر، به خاطر که با وجود که تخم مرغ یکی از مواد مغذی ترین مواد غذایی می باشه که شامل پروتین های بسیار مهم و همچنان ویتامین دی، ویتامین دی و کلسیم است، اما خطر مسمومیت یک خانم با خوردن تخم مرغ از لحاظ باکتری سالمونلا می باشه، چون در صورتی که به صورت و همچنان سطح بلند کلسترولی که در تخم مرغ وجود داره، تخم مرغ خام از نگاه تبابت اصلا توصیه نمیشه به خانم به خاطر مومن خطر انفکشن که خود سلمونلا میتونه باعث تسمم غذایی شود. بله دکتر صاحب، اگر در آخر چند توصیه کوتاه را برای مادرایی که تازه اولاددار میشه داشته باشین چی باید بکنن؟ اینا به صورت عموم اولین چند عامل عمده را برای شما میگم. مهمترین چیزی که برای خانمی که بر مرتبه اول ولادت میکنه و طفل نوزاد به دنیا میاره باید از حمایت و پشتیبانی همسر و اطرافیان و خانواده خود باید برخوردار باشه و مرحله دومش این است که باید یک پروگرام و یک پروگرام منظم غذایی را در پروگرام غذایی خود بیاره که مملو و سرشار از ویتامین ها، منرال ها و کلسیم باشه، مانند لبنیات، سبزیجات، میوه‌جات تازه و حبوبات. و چون نه تنها مادر و مادر در صورتی که شیرده باشه و نوزاد همچنان این به پروگرام منظم غذایی ضرورت داره و همچنان با تنظیم یک پروگرام منظم کاری و شغلی در خانه که بتونه به حد کافی خود خانم هم استراحت کنه و خواب کافی نیاز داره، چون تمام استرس و تشویشی که در زمان بارداری و در زمان ولادت در نزد خانم بار میآید باعث کمخونی و حالت ضعف جسمانی باشه. تشکر از شما دکتر صاحب نبیله نگزه پیمانی، ممنون از معلوماتی که ارائه داشتین. تشکر از شما، خداحافظ. در این بخش برنامه میپردازیم به نظر بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه ما را به طور زنده تماشا میکنند. همکارم ژیلان نوری نظریات شما را در مورد برنامه امروز مرور کرده و در استودیو با ما. ژیلا جان، دوستان چه تبصره هایی نوشتند؟ اوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز و خدمت دوستان که مکنون برنامه را به طور زنده از فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا تماشا میکنند. در مورد گزارش های خبری برنامه امروز پیام های متعدد با هم پست شده. در این میان زاهد صدیقی در مورد پدیده قاچاق انسان در افغانستان نوشته، نظر من در مورد قاچاق انسان است که از هر بار کشته شدن یک بار غرق دریای مدیترانه شدن بهتر خواهد بود، چون امید به زندگی کشور خود نداریم. در میان گزارش صدای آمریکا که دیروز توسط فیسبوک مونیس پست شده، گزارش در مورد زندگی راضیه بعد از ترک اعتیاد بیشتر شریک شده و در صدای آمریکا بیشتر 113,000 بیننده داشته و پیام های مثبت و تمجید از شجاعت راضیه و خدماتش اکنون برای سایر معتادین نیز دیده میشه. در میان موضوعات ویژه امروز در رسانه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، موضوع با هشتگ قاچاق انسان خاتمه بخشید، پیام های متعدد در مبارزه با قاچاق انسان که اخیرا با موج مهاجرت ها به اروپا بیشتر شده از دیده میشه، و در شبکه یوتیوب در ایستاد امریکا باز هم یکی از گزارش های در مورد هاجر ابوفضل برنده جایزه شجاعت فراتر از ورزش از همکار قدیم مشرف
برو بیننده بود فواد جان. تشکر از شما جیلا جان. ممنون. با پایان بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا رسیدیم. تا لحظات بعد همکارم سید سلیمان آشنا با تازه‌ترین